فقط خبرها. مجلس این پیغام رو داد به دشمنان ایران اسلامی که بازی یک طرفه. رأی مجلس ایران به کلیات طرح کاهش تعهدات هسته‌ای 4 روز بعد از ترور فخری‌زاده. دولت مخالفت کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد. زمزمه‌های اختلاف بر سر سقف تولید نفت، نشست اوپک پلاس تا 2 روز دیگر به تعویق افتاد. رویدادی که تولد دوباره سینمای افغانستان لقب گرفته. نخستین دوره جشنواره فیلم لاجورد در کابل به پایان رسید. Virtual friends. Hello! و خانه نشینی و رشد تماشای تلویزیون، تولید فیلم و برنامه در دوران قرنطینه چگونه است؟ سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. نمایندگان مجلس ایران امروز به کلیات طرحی 2 فوریتی رأی دادند که اگر نهایی شود و از تایید شورای نگهبان بگذرد، تعهدات هسته‌ای ایران کاهش پیدا می‌کند. از جمله پیامدهای اجرای این طرح از سرگیری غنی‌سازی برای تولید اورانیوم با غنای 20% است که با برجام متوقف شده بود. دولت با این طرح مجلس مخالفت کرده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم درباره اون هشدار داده. این طرح 4 روز بعد از ترور محسن فخری‌زاده از مدیران ارشد فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویب شده. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. جلسه امروز مجلس و رأی موافق نمایندگان به کلیات طرح 2 فوریتی برای کاهش تعهدات هسته‌ای ایران. آمریکا مرگ بر اسرائیل. همراه با سر دادن شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل. طرح مجلس اگر نهایی شود و به تایید شورای نگهبان برسد، دولت را موظف به اقداماتی می‌کند. باید از نسل جدید سانتریفیوژهای IR2M و IR6 استفاده بشه. بحث هسته‌ای طراحی یک راکتور آب سنگین شبیه راکتور سابق عراق. علاوه بر اینها در این طرح که اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران نام دارد، سازمان انرژی اتمی موظف می‌شود سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% در فردو تولید کند. راکتور آب سنگین عراق را به شرایط قبل از برجام برگرداند و اگر 2 ماه پس از قانونی شدن این طرح طرف‌های برجام به تعهداتشان به طور کامل عمل نکنند، دولت موظف می‌شود اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. بازدید سرزده بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران نکته‌ای کلیدی در پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای معروف به NPT است که ایران اجرای داوطلبانه آن را در تفاهم اتمی لوزان پذیرفته بود. از فرستادن هر گونه سیگنال ضعف. تصمیم برای تهیه این طرح تنها 2 روز پیش در مجلس گرفته شد. اما دشمن جنایتکار پشیمان نمی شود مگر با واکنش قوی. واکنشی به ترور محسن فخری‌زاده، رئیس مرکز پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران در نزدیکی تهران. این طرح با آنکه بیش از 250 نماینده از آن حمایت کردند، اما با مخالفت‌هایی هم روبرو شد. بعضی از مواد این قانون که پیشنهاد شده از جمله از طرف غلامرضا نوری، نماینده بستان‌آباد که لغو پروتکل الحاقی را در حوزه اختیارات شورای امنیت ملی دانست، نه مجلس. در سال‌های آینده مشابه حرف‌های سخنگوی دولت در نشست خبری امروزش، علی ربیعی تصمیم‌گیری درباره برنامه هسته‌ای را فراق و خواند. رئیس مجلس اما انتقادها را رد کرد. که شما می‌فرمایید چون این اصل از اختیارات شورای امنیت ملی ما نباید دخالت کنیم، این اختیار وارد نیست. اما مخالفت با طرح مجلس به برخی نمایندگان محدود نشد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی که به عنوان نماینده دولت در نشست امروز حضور داشت گفت اجرای پروتکل الحاقی هیچ مشکلی را در برنامه غنی‌سازی ما ایجاد نمی کند، اما عدم اجرای آن باعث ابهام در برنامه هسته‌ای ما خواهد شد. مخالفت دولتیان به کمالبندی محدود نشد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته به نظرات کارشناسی وزارت خارجه توجه نشده.
دولت گفته که این طرح نه ضروریه و نه مفید. متاسفیم که اینها در این مصوبه اخیر منعکس نشده نظرات ما و مسیری رو مجلس مستقلا طی کرده. اضافه بر مخالفت‌ها در داخل کشور، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم دیروز و پس از تصمیم اولیه مجلس برای طرح این طرح چنین واکنش نشان داد. از کاهش محدودیت یا اخلال در کاری که دو طرف با هم انجام می‌دهیم هیچ طرفی برنده نخواهد شد. مخصوصاً خود ایران، همکاری برای اطمینان از این که برنامه هسته‌ای ایران استفاده نظامی ندارد برای جهان ضروری است. دقیقاً مجلس این پیغام رو داد به دشمنان ایران اسلامی که بازی یک طرفه پایان پیدا کرده. اما به نظر می رسد نه این حرفا نه مخالفت های دولت در اینجا مجلس خریداری ندارد. فیروزه اکبریان، بی بی سی. بهرام قیاسی، کارشناس حقوق بین الملل در مسائل هسته‌ای از لندن با ما هست. آقای قیاسی، خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید. این محدودیت هایی که در این طرح مجلس در موردش صحبت میشه، کمی بیشتر راجع به اونها به ما بگید و عملا دولت در چه شرایطی قرار خواهد گرفت اگر بخواد اونها رو رعایت بکنه؟ بله، این محدودیت ها بسیار شکننده هست برای برجام و برای روابط ایران با جامعه بین المللی. افزایش غنی‌سازی تا سطح 20% این یک نکته حساسیه که نه تنها آژانس بلکه شورای امنیت هم با این مخالفت خواهد کرد. در رابطه با فوردو در چارچوب برجام قرار نبوده که راه اندازی بشه برای غنی‌سازی اورانیوم و حالا قرار شده که در اونجا طبق سالهای گذشته زبان آقای احمدی نژاد غنی‌سازی تا سطح 20% انجام شه و این یک مسئله بسیار حادی است. فوردو همیشه یک مسئله حساسی بوده، نظامی به حساب می آمده تا اینکه مشخص شد که همچین مرکزی وجود داشته و خروج از پروتکل الحاقی کاملا به معنی پایان برجام هست و به معنی شروع بازگشت تحریم ها در سطح بین المللی و در دو سال گذشته که دونالد ترامپ و دولت او خارج شدن از برجام، ایران تعهدات خودش رو خیلی آرام آرام کاهش داده بود در بخشایی. حالا آقای روحانی گفته که اگر دولت جدید بخواد برگرده به برجام، ما هم اون تعهدات رو برمیگردیم به تعهداتی که در قالب برجام داشتیم. شما که آشنا هستید با مسائل تکنیکی بحث هسته‌ای، بازگشت به اون تعهدات چطور عملی میشه؟ بله، این به نظر من بسیار راه دشوار و پیچیده‌ای هست. بازگشت به تعهدات قبلی جمهوری اسلامی ایرانی و ایران و همینطور برداشتن تحریم‌ها. خیلی از تحریم‌هایی که زمان آقای ترامپ انجام شده، اینها صرفاً در چارچوب برجام نبوده، اینها همینطور در رابطه با نقض حقوق بشر بوده، در رابطه با مسائل تروریسم بوده و به همین جهت آقای بایدن نمیتونه همه رو برگردونه. یک، و ایران هم با دستیابی به تکنولوژی جدیدتری در رابطه با سانتریفیوژ ها دیگه قابل برگشت نیست. به همین جهت بسیار سال آینده سال دشواری خواهد بود و با توجه به این تصویب کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی، این که دیگه واقعا اگر به تصویب شورای نگهبان برسه این واقعا دیگه خاتمه است برای برجام، برای رابطه ایران و حرکت ایران به سوی به الگوی کره شمالی. ممنونم از شما قیاسی. بهرام قیاسی، کارشناس حقوق بین‌الملل در مسائل هسته‌ای با ما. متشکرم.
وزارت خارجه ایران درباره کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در مرز عراق و سوریه اظهار بی‌اطلاعی کرده و اطلاع رسانی در این زمینه را به ستاد کل نیروهای مسلح محول کرده. دیروز خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های امنیتی عراق از مرگ یک فرمانده ارشد سپاه و سه نظامی همراه او در حمله هوایی خبر داده بود. رویترز اطلاعاتی درباره هویت این شخص ارائه نکرده، اما منابع عربی می‌گویند نام این فرمانده مسلم شهدان است. کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر بریتانیایی استرالیایی که هفته پیش در مبادله با سه ایرانی زندانی در تایلند آزاد شد، گفته تجربهش از زندانی بودن در ایران مثل کابوسی بی انتها بوده. خانم گیلبرت پژوهشگر سیاست خاورمیانه است و حدود دو سال پیش هنگام خروج از ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شد. اون اتهام را رد کرده. مهدی محمودیان، فعال سیاسی در ایران، به گفته وکیلش بازداشت شده. حسن یوسف یونسی گفته آقای محمودیان صبح امروز بعد از احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل معرفی نکردن کفیل بازداشت و به زندان منتقل شده. معاونت حقوقی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات شاکیان آقای محمودیان هستند و او را به نشر اکاذیب متهم کردند. آقای محمودیان در دادگاه بدوی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده. نشست مشترک اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانشون موسوم به اوپک پلاس که قرار بود امروز برگزار بشه دو روز به تعویق افتاد. وزیر نفت ایران دیشب بعد از جلسه وزیران نفت و انرژی اوپک گفته بود که بر سر حفظ سقف تولید فعلی تا پایان ماه مارس تقریبا اجماع وجود داره، ولی ظاهرا بعضی از 23 عضو اوپک پلاس از جمله روسیه با این پیشنهاد مخالفند. قیمت نفت در یک ماه گذشته حدود 25% افزایش داشته و از بشکه 39 دلار به بشکه حدود 48 دلار رسیده. بیشتر از همکارم بهرنگ تاجیم پرسیدم که به تعویق افتادن نشست اوپک پلاس به چه معنی است. ببین، این نشون دهنده اینه که اختلافاتی که حالا به صورت گفته و شنیده صحبت ازش بود خیلی جدیتر و عمیق‌تر از اونیه که فکرشو می‌کردیم، و اختلافات سر دو چیزه. موضوع اول اینه که آیا الان وقت مناسبیه برای افزایش تولید یا نه. یه عده هستن که میگن که اقتصاد جهانی همچنان در رکود شدیدیه و این موج دوم همه‌گیری کرونا تقاضا برای نفت خام رو سرکوب کرده، اگه الان این کشورها یعنی اوپک و متحدانش تولید رو ببرن بالا قیمت‌ها شدیداً افت میکنه. در مقابل کسای دیگه ای رو داریم که مثل روسیه که به خبرهای چند هفته اخیر در مورد موفقیت واکسن‌های کرونا اشاره میکنن و میگن خیلی زود داره تقاضا به بازار بر میگرده و اگر قیمتها بالا بره باعث میشه که دوباره تولید کنندگانی در کشورهایی مثل آمریکا که نفت شیلش از این مدتی که قیمت نفت افت کرده بود به شدت ضربه خورد، اونا دوباره بر میگردن به بازار و وقتشه که از همین الان شروع کنن تولید رو بالا بردن که جلوی ورود اونها رو بگیرن. این یه بخش داستانه. بخش دوم داستان بحث پایبندیه. به طور خاص صحبت از اینه که امارات خیلی از عدم پایبندی بعضی از اعضای اوپک از جمله عراق و نیجریه و بعضی از کشورهای غیر عضو مثل روسیه ناراحته و میگه اینها اصلا اگر که قرار باشه که در واقع سقفی برای تولید وجود داشته باشه، این کشورهایی که تخلف کردن باید این تخلفشون رو جبران کنن. نتیجه این اختلاف ها اینه که حداقل نشست امروز اوپک و متحدانش اوپک پلاس فعلا دو روز به تعویق افتاده، ولی هیچ تضمینی نیست که دو روز دیگه به یه توافق اولیه برسن که نشست برگزار شه. واقعا چقدر احتمال داره که اون قیمت ها مثل اوایل بهار دوباره پایین بیاد و منفی بشه؟ احتمالش در شرایط فعلی خیلی زیاد نیست، به خاطر اینکه توافق قبلی که اینا تو ماه آوریل بهش رسیدن تا پایان ماه مارس یعنی تا 4 ماه دیگه ادامه داره. مسئله اینه که از 1 ماه دیگه از اول ژانویه قراره سقف تولید 2 میلیون بشکه بره بالا و اون توافق سر جاشه، مگر اینکه چنان اختلافات شدید بشه که همه این تعهدها و سهمیه‌هایی رو که وجود داده نادیده بگیرن، که اون موقع بله، اون موقع ممکنه ما دوباره شاهد افت شدید قیمت باشیم. برنگ تاجدین بود. بر اساس آخرین برآوردها با وعده‌هایی که کشورهای آلاینده برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای دادند، احتمال محدود کردن خطر گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی بیشتر شده.
طبق برآورده مؤسسه کربن تریکر، اگر کشورهای صنعتی آنگونه که گفتند از استفاده از سوخت‌های فسیلی فاصله بگیرند و انرژی خود را از راه‌های تجدیدپذیر و پاک تأمین کنند، این امید وجود دارد که جهان به اهداف توافق پاریس دست پیدا کند. همکارم سیاوش اردلان از لندن با ما. سیاوش، این محاسبات بر چه اساسی انجام شده که چنین امیدواری رو ایجاد کرده؟ تمام هدف توافق پاریس، مجید، این هستش که حرارت زمین از 2 درجه سانتیگراد بیشتر نشه. 2 درجه نسبت به کی؟ به زمان انقلاب صنعتی. اگر غلظت دیوکسید کربن در جو زمین از یک حد خاصی بالاتر بره، حرارت زمین هم بالاتر میره. در توافق پاریس گفتن باید کشورها چنان از سوخت‌های فسیلی فاصله بگیرند که گازهای گلخانه‌ای که تولید می‌کنند و در نتیجه غلظت دیوکسید کربن در جو زمین باعث نشه که میانگین حرارت زمین از 2 درجه سانتیگراد بالا بره. حالا کشورها در طول یک سال گذشته وعده هایی رو دادند مبنی بر اینکه طی 20 یا 30 سال آینده میزان جذب دیوکسید کربنشون از طریق تکنولوژی های جدید یا درختکاری بسیار بیشتر از تولید دیوکسید کربنشون خواهد بود. مخصوصا کشوری مثل چین که نزدیک به 25% سهم در تولید گازهای گلخانه‌ای داره، گفته در سال 2060 کربن صفر میشه. آمریکا، یکی از بازیگران اساسی که مسبب 13% گازهای گلخانه‌ای است، حالا در دولتی که قرار هست از طرف جو بایدن تشکیل بشه، گفته که 2000 میلیارد دلار صرف کربن زدایی از اقتصاد آمریکا میکنه و گازهای گلخانه‌ای رو میاره پایین. اتحادیه اروپا و همینطور کشورهای دیگه مثل ژاپن، کره جنوبی و آفریقای جنوبی، کشورهایی که بسیار آلاینده هستن، دیوکسید کربن زیادی تولید میکنن، ولی اگر به وعده هاشون عمل بکنن، این امیدواری وجود داره که تا آخر قرن 21 حرارت زمین از 2 درجه سانتیگراد نسبت به زمان انقلاب صنعتی بالاتر نره. و اگر به تعهداتشون عمل نکنن باید منتظر چه باشیم؟ احتمال داره که اونجوری که پیش بینی کردن، چون سناریوهای مختلفی رو پیش بینی میکنن، اگر عمل بکنن، اگر تا یه حدی عمل بکنن و یا اگر اصلا عمل نکنن. اگر تا یه حدی عمل بکنن، پیش بینی شده که بر اساس همین برآوردهای مؤسسه کاربن تریکر که گفتی، حدود 3 درجه سانتیگراد میانگین حرارت تا پایان این قرن بالا بره، و اگر اصلا عمل نکنم به مرز فاجعه آمیز 5 تا 6 درجه افزایش حرارت میرسیم. فقط من خیلی ساده بخوام یک تشبیهی بکنم که فرق مثلا 1.5 درجه با 2 درجه یا 2.5 درجه چی هست. شما فرض بکنید یک انسان بخواد از یک سکو 50 سانتی بپره پایین، اگر سالم باشه احتمالاً اتفاقی براش نمیفته، ولی اگه شما این سکو رو 1 متر کنین بخواد بپره پایین، شاید یه ذره آسیب ببینه. الان میانگین حرارت زمین 1 درجه سانتیگراد رفته بالا. حالا اگه شما این سکو رو بلندتر کنید، به 1.5 درجه برسونید، به 2 درجه برسونید، به 2.5 درجه، تنها قوی ترین افراد از میان شما که تشبیهش در این سیاره آدم هایی هستش که پولدارتر هستن و در شرایطی زندگی میکنن که مقاوم تر هستن نسبت به نوسانات اقلیمی، فقط اونها میتونن که زنده بمونند و بقیه افراد که آسیب پذیرتر هستن در کشورهای محرومتر و فقیرتر، اونها بیشتر از همه آسیبش رو خواهند دید. سیاوش اردلان، ممنونم ازت. مراسم اختتامیه جشنواره لاجورد، نخستین جشنواره ملی فیلم افغانستان، دیشب در مرکز فرهنگی روسیه در کابل برگزار شد. مؤسسه دولتی افغان فیلم گفته هدف از برگزاری این جشنواره تشویق دستندرکاران صنعت سینما در افغانستان و ایجاد فضای سالم رقابتی بوده. جشنواره لاجورد با شعار تولد دوباره سینمای افغانستان برگزار شد. سهرا کریمی، رئیس مؤسسه دولتی افغان فیلم، از کابل با ما هست. خانم کریمی، کمی از مراسم دیشب به ما بگید، چه گذشت و مراسم چگونه بود؟ خب شما حتما میدونین که وضعیت امنیتی در کابل، در افغانستان در کل و در کابل اصلا در این چند هفته گذشته خوب نبود. پس بنابراین ما خیلی تلاش کردیم که تمام بحث‌های امنیتی رو در واقع رعایت بکنیم، با رجال برجسته، با پلیس، با نیروهای امنیتی صحبت بکنیم و بالاخره تونستیم مراسم اختتامیه لاجورد، نخستین جشنواره ملی افغانستان رو به خوبی برگزار بکنیم دیشب. و در واقع این یک نخستین جشنواره دولتی است، اما به طور زنده از تلویزیون یک از تلویزیون‌های خصوصی پخش شد و بخش‌های خصوصی هم در واقع خیلی ساپورت کردن ما رو، خیلی ما رو کمک کردن. نزدیک به 700 نفر مهمان داشتیم که بیشترشون فیلمسازها بودن، بعد سیاسیون هم بودن، مقام‌های بلند رتبه
دولتی هم بودن، فرش سرخ داشتیم، فوتوکال داشتیم، جوایز رو دادیم. با برگزاری این مراسم خودتون نگاهتون حالا به سینمای افغانستان چگونه است؟ چه امیدوارتر هستید نسبت به آینده؟ خب به هر حال چون من برگزار کننده هستم، ما هدف ما از برگزاری این جشنواره ایجاد رقابت سالم بین فیلمسازهای افغانستان بود، یعنی اینکه اونها رو در فضای قرار بدیم، فضای رقابتی که اونها رو بتونیم ترغیب کنیم و تشویق بکنیم که فیلم‌های بهتری بسازن. وقتی که من فکر می‌کنم، وقتی که فیلمسازهایی که فکر می‌کردن فیلم‌هاشون حتما برنده میشن و نشودن، یک تلنگری بهشون وارد میشه. من احساس می‌کنم جای یک جشنواره ملی که دولت هم اون رو باید پشتیبانی میکرد خالی بود در تمام این سالها، و فکر میکنم این اولین گام مهمی است که ما بتونیم یک فضای رقابتی به وجود بیاریم بین فیلمسازهای افغانستان. خودتون از کدوم یکی از فیلمهایی که پخش شد در جشنواره راضی تر بودین؟ من بخش فیلم‌های مستند رو خیلی دوست داشتم، به خاطر اینکه فیلم‌های خیلی قوی داشتیم و فکر می‌کنم که اون فیلم‌هایی بودن که کمتر در افغانستان دیده شدن، موضوعات مختلفی داشتن. فیلم‌های کوتاه هم فیلم‌های خوبی بودن. هنوز افغانستان در بخش فیلم‌های داستانی بلند اونقدر قوی نیست، بنابراین فقط چند تا فیلم قوی داشتیم. منتها به هر حال ما تلاش کردیم که فیلم‌هایی رو همه نوع فیلمی، حتی ژانر عامه پسند رو هم وارد رقابت بکنیم. نزدیک 210 فیلم به جشنواره آمد و بینش 55 فیلم انتخاب شد برای رقابت در بخش‌های فیلم‌های داستانی، فیلم‌های مستند، فیلم‌های انیمیشن و بخش‌های جانبی. و در واقع ولی من خودم فیلم‌های مستند رو خیلی دوست داشتم. ممنونم از شما خانم کریمی. صحرا کریمی، رئیس مؤسسه دولتی افغان فیلم از کابل. واکسن کووید 19 در راهه، ولی هنوز نگرانی‌های درباره میزان تأثیر و ایمنی اون وجود داره. این روزا اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه که میتونه باعث مخالفت بعضی با واکسینه شدن بشه. سازمان بهداشت جهانی میگه نه فقط با شیوع ویروس، بلکه با انتشار این اطلاعات غلط و نادرست هم باید مقابله بشه. تولیپ مازونبار گزارش میده. از شروع همه‌گیری کرونا ما با سیلی از اطلاعات مختلف درباره کووید 19 روبرو شده ایم و این شاید باعث سردرگمی، بی‌اعتمادی و حتی گاهی اعتراض به توصیه‌های بهداشتی عمومی شده. حالا با شروع ساخت واکسن، تلاش تازه‌ای برای جدا کردن حقیقت از داستان‌های ساختگی شروع شده. من با اسکار، وکیل در حال کارآموزی که در برنامه آزمایشی واکسن در دانشگاه امپریال کالج لندن شرکت کرده، و نینا طراح که با مادر بزرگ 82 سالش زندگی می کند، درباره واکسن تازه کووید صحبت کردم. فهمیدن مسائل علمی مختلف و نتیجه تحقیقات واقعا سخته. الان باورش خیلی سخته. حرفای ضد و نقیضی در موردش تو توییتر و اینستاگرام و تیک تاک زده میشه. من میخوام واکسن بزنم چون تنها راه خلاص شدن از این وضعیته. دو به شکم، هنوز مطمئن نیستم که بتونم به واکسن اعتماد کنم چون همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاده. ما حس میکنیم که خیلی ها بر اساس اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی دریافت میکنن تصمیم میگیرن و اونها رو باور میکنن چون به اطلاعات درست دسترسی ندارن. برای حل این مشکل، سازمان بهداشت جهانی و دولت‌ها با همکاری شبکه‌های اجتماعی بزرگ راه‌های جدیدی را برای اطلاع رسانی دقیق و درست به کاربران شروع کردند، مانند این فید در واتساپ که همه می‌توانند از آن استفاده کنند. فیسبوک هم صفحه‌ای طراحی کرده که قبل از اینکه فرد بخواهد اطلاعات نادرست را بازنشر کند، هشدار می‌دهد. پژوهش‌های زیادی درباره نگاه مردم به واکسن کووید 19 در حال انجام است. اطلاعات اولی از 17 کشور نشون می‌دهد اکثر مردم در اتیوپی، هند و عربستان با واکسن موافقند. 85%شون گفتند که معتقدند با زدن واکسن در مقابل ویروس ایمن میشن. اما در کشورهایی مثل آلمان، فرانسه، آمریکا و جمهوری دموکراتیک کنگو کمتر از 50% مردم گفتن که واکسن میزنن. اطلاعات غلطی که ظاهر علمی دارن تأثیرشون بیشتره از اونایی که انگیزه مردم رو مورد سوال قرار میدن.
پروفسور هایدی لارسون نزدیک به 2 دهه هست که رفتار مردم در مواجهه با واکسن رو بررسی کرده. چیزی که باید روش تمرکز کنیم ایجاد مقاومته. ما نمیتونیم یک دفعه جای اطلاعات غلط رو با اطلاعات درست پر کنیم و این چالش اصلی برای ماست، چون اطلاعات ما هنوز کامل نیست. ما میتونیم درباره روند ساخت واکسن صحبت کنیم. یکی از نگرانی‌ها رعایت نشدن مراحل ایمنیه. پس میشه مثلا تاکید کرد که ما مراحل ایمنی رو در ساخت واکسن رعایت کردیم و در بخش‌های دیگه میون بر زدیم. دانشمندان خودشان با حضور در شبکه‌های اجتماعی سعی در انتشار اطلاعات درست دارند. تنها نمیتوان با مبارزه در آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها بر کرونا پیروز شد. بخشی از این جنگ باید آنلاین انجام شود. تیلت مزمدار، بی بی سی نیوز. قرنطینه در نقاط مختلف جهان باعث شده عده زیادی فیلم و سریال رو به صورت آنلاین تماشا کنند، اما تولید محتوا در صنعت فیلم و سریال در زمانی که جهان با کرونا دست و پنجه نرم میکنه چگونه است؟ گزارش سوفیا توماس رو با هم ببینیم. It's so good to see you. As you see, we have our small but mighty audience. We have 12 people and 18 people at home. In the world of TV. سال 2020 دنیای تلویزیون به این شکل است. در بعضی نقاط جهان اجرای مقررات سختگیرانه فاصله گذاری اجتماعی حالا به 10 ماه رسیده و تاثیر زیادی بر صنعت تلویزیون گذاشته. خدای من، همه چیز عوض شده. اول از اینکه همه ما باید هر روز تست بدیم. اینجا یک محل بزرگ درست کردن که همه عوامل صحنه باید برن اونجا آزمایش بدن. همه عوامل باید ماسک و پوشش محافظ داشته باشند. با توقف تولید بسیاری از برنامه‌ها و اجرای قوانین فاصله گذاری اجتماعی، خیلی‌ها بیکار شدند. حداقل 100,000 نفر و حتی بیشتر در این صنعت شغلشون رو از دست دادن. این تازه شامل 100,000 شغلی که در شرکت‌های بزرگی مثل دیزنی و CBS از بین رفتن نیست. اما هیچ زمانی مثل امروز تقاضا برای تولیدات صنعت سرگرمی زیاد نبوده. شرکت‌هایی مثل نتفلیکس و آمازون پرایم امسال میلیون‌ها مشترک تازه داشتند. بعضی از شرکت‌ها سرمایه‌گذاری زیادی روی تکنولوژی‌هایی کردند که به آنها در تولید محتوا کمک می‌کند. دوربین‌هایی ساختن که با ربات کنترل می‌شن و می‌تونن بدون نیاز به عوامل صحنه اونها رو به جایی بفرستن که از کسی فیلمبرداری کنه، یا برنامه‌های خاص کامپیوتری. علاوه بر اینها هزار تستی هست که شرکت‌های فیلمسازی هر روز باید از عواملشون بگیرن. در حالی که ما به حضور تماشاگران و میهمانان مجازی عادت می‌کنیم، در پشت صحنه وضعیت با شرایط عادی فاصله زیادی دارد. سوفیا ترانت تامسون، BBC نیوز. ممنون از همراهیتون در این بخش خبری. تا دقایق دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهیم بود.